طرفین مذاکرات اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک آخر ماه مارس یا سهشنبه هفته آینده را به عنوان زربل دستیابی به توافق سیاسی در این خصوص تعیین کردهاند و در صورت توافق سه ماه بعد صرف آماده کردن متن نهایی و نگارش قرارداد خواهد شد اما رئیس سابق عظیمترین تشکیلات خبرگیری و تجزیه اطلاعات آمریکا معتقد است که حتی در این صورت مشکل اصلی حل نشده است. فرض کنیم گفتگوها به نتیجه میرسد. در این صورت تمام مشخصات دیگر ایران مانند حمایت از تروریسم، تمایل برای چیره شدن بر منطقه دست نخورده باقی میمانند. اما با امضای این موافقتنامه ایران که کشوری ناقض حقوق بین‌الملل است، بیش به صورت کشوری عادی جلوه خواهد کرد. جنرال هایدن معتقد است که توافق احتمالی در مذاکرات اتمی عاملی منفی در گسترش تسلیحات کشتار جمعی در خاور میانه است. فکر می کنم تاثیر بد و تاریکی دارد. اولا که ایران یک قدرت منطقه است که مشکلات داخلی زیادی دارد. اما موفقیت مذاکرات به این معنی است که ایران شیعه در چالش با شش قدرت بزرگ بنامللی به, به پیروزی رسیده و توانسته زیربناهای صنایه اتمیش را حفظ کند این از چشم سایر قدرت های سنی مذهب در خاور میانه دور نخواهد ماند و نمیگذارند بدون پاسخ باقی بماند از سوی دیگر استفاده پیکارجویان حکومت اسلامی از فضای مجازی و به ویژه به کارگیری اتاقهای چت و گفتگو با جوانان باعث جذب تعدادی از آنان به داعش شده است رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا نیز با اشاره به داوطلب شدن برخی از جوانانی که در کشورهای غربی متولد شده و برای پیوستن به حکومت اسلامی به سوریه رفتهاند میگوید تروریسمی که به افراتی ترین صورتش در قالب داعش بروز کرده محتاج مطالعه بیشتر است. با پدیده روبرو هستیم که برای افرادی که از خود بیگانه و از جامعهشان بیزار شدهاند جذابیت دارد. مشکل این است که اگر همین فردا هم داعش را نابود کنیم باعث می شویم تا هزاران جوان جنگ دیده به کشورهای اصلیشان سرازیر شوند بنابراین پیشنیاز نیاز هر استراتژی پدید شناسی رادیکالیسم اسلامی در قالب داعش است آقای گینگریچ زمنان گفت به جز گروه داعش ایرانی های حامی تروریسم و سنی های عراقی که موقتا متحد شده اند هر دو دشمن قسم خورده آمریکا هستند ولی کاخ سفید استراتژی مشخصی برای مقابله با آنها ندارد. سارا فردا صدای آمریکا